قبل از اسمی که به وسیله جمله موصولی توصیف میشه. خب جمله موصولی رو در ادامه یک مبحث خیلی حجیم و خوب درباره جملات موصولی و حذف کردن ضمایر موصولی داریم، اما فقط میخوام اینجا اینو یاد بگیریم. آقا ضمیر موصولی چیه؟ بلند بگو اگه میدونی. آفرین. هو، هوم، ویچ. عمده ترینشون این چند تاست. دت. اینا اگر وسط جمله بیان معنی که میده. دیدم دانش آموز یا دانشجویی که اینا رو وسط جمله میخواد اصرار کنه معنی کنه که معنی نمیشه. آن مردی که، پس نمیگه آن مرد کسی که، غلطه. دیروز دیدم معلمه. خب چون این جمله موصولی، جمله‌ای که بعد از ضمیر موصولی میاد، توضیح بیشتری درباره اسم قبل از خود میدهد، با د همراست. اوکی؟ پس فلسفه‌اش اینه. جمله موصولی یک کم توضیح بیشتر درباره اسم پشت خودش میده و معرفش میکنه. یه کاریش میکنه ما بشناسیمش. چون حالا میشناسیمش، با د همراست. قبل از صفات عالی، که صفت عالی هم در ادامه مبحثی است که حتما توضیح خواهم داد. He is the best student I've ever known. خب best الان صفت عالیه. Most important صفت عالیه. قبلشون د میاد. چرا؟ به او بهترین دانش آموزی که من شناختم. صفت عالی میاد چه کار میکنه؟ صفت عالی میآید یک اسم را متمایز میکند، یا به قول خارجی ها بولدش میکنه. وقتی بولدش میکنه همه ما الان اونو میشناسیم، معرفه میشه، شناخته شده میشه اون اسم قبلش. برای همین با د همراه. اوکی؟ هر بار دو اسم با حرف اضافه آو به یک دیگر وصل شدن. مثلا در کلاس، خیلی از بچه ها دوستان این آو ببینن معنیش چیه. ببینید کسره معنیش میکنیم. در کلاس یعنی مضاف و مضاف الیه میسازه. اگه اسم ما دو طرفش آم باشه و قابل شمارش، میتونه با د همراه باشه. The University of Tehran، دانشگاه تهران. دانشگاه اسم عام د گرفته، اما تهران خاصه. نکته یادداشت کن. اسم خاص، یادداشت کن، اسم خاص هرگز با د نمی آید. هیچ وقت ما اسم خاص با د نمیاریم. یکی دو تا استثنای کوچیک داره که جلوترش بهش میپردازیم. اگر ما بخواهیم از صفت اسم جمع درست کنیم، از صفتی درست کنیم جمع، ده بچه بهش بچسبونی میشه اسم جمع. مثلا the young، جوانان. the rich، ثروتمندان. the poor، فقرا. the deaf، ناشنوایان. the sick، بیماران. the blind، نابینایان. the dead، مرده ها. پس این نکته هم نکته فوق العاده مهمیه. پس ما نمیگیم the youngs غلطه، اسم نمیگیرن اینا دوستان. قبل از چهار جهت اصلی، شمال، جنوب، شرق و غرب، با ده همراست، اما یک استثنایی اینجا داره. بعد شمال و جنوب و شرق و غرب، خب ده میاد، اون هیچ. اما اگه بخوام بگم من از شمال رفتم جنوب، از غرب رفتم به شرق، دو جهت مسیری باشند، آفرین، با ده همراهان. یا اگر اسم کشوری باشند، ببین هی ترابل، او سفر کرد از شرق به غرب، ببین دو جهت مسیره، برای همین با ده نمیاد. آمریکای شمالی اسم یک کشوره، پس اینم با ده نمیاد. قبل از آلات موسیقی، The violin is more difficult than the piano. ویالون سخت‌تر از چیه؟ پیانوه. اما یه نکته خیلی مهم، نکته مهم ما چیه؟ اگر ما به آلات موسیقی در حالت کلی اشاره کنیم، با ده همراست. این نکته رو دقت کن، بذار رنگ عوض کنم. مثلا بگم I bought، من خریدم، نقطه چین، پیانو last week. من هفته پیش پیانو خریدم.
اینجا حالت کلیه؟ نه. پس چون هنوز پیانو رو نمیشناسیم، پس اگر بخواهیم درباره آلات موسیقی به صورت کلی حرف بزنیم، با د همراست. اونجوری د نمیاریم. خب قبل از اسامی کانال ها، بیابون ها، جنگل ها، اقیانوس ها، رودخونه ها، دریا، جزایر جم، دریاچه های بگو چی؟ جم و کوههای جم. پس چند تا جم شد؟ جزیره، دریاچه، کوه جم. اینها با د همراه میشه. مثال The Suez Canal، کانال سوئز، اسم کانال دیگه. The Black Forest، اسم جنگله، د گرفته. آمازون، د گرفته. جزایر هاوایی، یه نقطه اینجا نهفته است، بگو چیه؟ آفرین به تو، ببین اس جم گرفته. The Atlantic Ocean، اقیانوس آتلانتیک، رود راین، نیل، صحراه سهارا، بیابون سهارا، اینا با د اومده. حالا این نکته نابود میکنه، دقت کن. با جزایر، دریاچه، کوه، پارک به صورت مفرد نمیاد. پس اگر اینها به صورت مفرد باشن، ده باشون نمیاد. ببینید، پارک مرکزی، دریاچه میشیگان، جزیره فیجی، کوه راشمور. الان اینجا ببینید این دو تا جزیره با هم مقایسه کن دوست من. اینجا اس جم داره، اینجا نداره. اگر اس جم داشت ده میاد، نداشته نمیاد. قبل از نام خانوادگی افراد، برای اشاره به کل خانواده، مثلا The Browns یعنی خانواده بران. The Khazais خانواده خزایی. پس اون فامیلی اس میگیره، یه پشتش هم ده میاد. بریم سراغ اسلاید بعدیمون. خب تا اینجا یاد گرفتیم در بیشتر مواقع د کجا میاد. در بعضی از موارد خاص که د کجاها نمیاد. حالا این اسلاید میپردازه اونجایی که د اصلا نمیاد. ببینید حرف تعریف د در موارد زیر استفاده نمیشه. قبل از اسامی خاص، اسم تمامی شما عزیزان اسم خاصه، مستر تابان. پس اسم خاص اگر بود، د باهاش نمیاد. قبل از اسامی کوچه، خیابون، میدان، پارک، شهر، استان، کشور، قاره، د نمیاد. مثلا حافظ اونیو، خیابان حافظ، فردوسی اسکوئر، میدان فردوسی، تبریز، تهران، نمیدونم ایژیا، یوروپ، اینا با د نمیاد. اما یه نکته استثنا، کشورهایی که به صورت جم، فیلیپینز ببین اس جم داره، نیدرلندز ببین اس جم داره، یا ایالت هستن، با د می آیند. ببینید فیلیپین جم بسته شده، برای همین د میگیره. نیدرلندز، The United States of America، ببینید الان اینجا به صورت ایالت اومده، با د میاد. اسلامی ریپابلیک آف ایران، جمهوری اسلامی ایران، به صورت جمهوری اومده، با د همراه است. خب بریم سراغ نکات بعدی. خب من اگه یادتون باشه گفتم قبل از قسمت‌های مختلف شبان و روز د میاد، اما قبل از خود اسم اون روز یا ماه د نمیاد. ببین On Friday، جمعه، نکنه بگید On the Friday، غلطه. این اکتبر، در ماه اکتبر. یه نکته اینجا یاد میگیریم، این حرف اضافه آن میتونه با روزهای هفته بیاد، حرف اضافه این به علاوه ماه میشه. اگه عیدها هم باشن بدون ده میان. برای اسمایی که در مفهوم کلی به کار میرنم ده نمیاد. مثلا Women talk more than men،
خانم ها بیشتر از آقایون حرف میزن. خب یه حرف کلیه، ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه، برای همین بدون ده میاد. Life is hard، زندگی سخته. تو غر زدن همون استفاده نکنیم، یه حرف کلی استفاده میکنیم، برای همین اسمم بدون ده میاد. Books are expensive، کتابا گرونن، بدون ده میاد. I love cheese، عاشق پنیرم، یک حرف کلی داره میزنه، پس اینم بدون ده میاد. قبل از صفات، ضمایر ملکی اشاره صفات نامعین که در ادامه بهتون میگم صفات نامعین هم چیه، ماده استفاده بگو نمی کنیم. مثلا this is my uncle، ایشون عموی منه یا دایی منه. there are some students، ببین صفت نامعین اومده، بدون ده میاد. چرا اینا با ده همراه نیستن؟ تو اینها خودشون اسم و معرفه میکنن، ما دیگه اون اسم رو میشناسیم با اون چیزی که بهش اضافه کردیم. خب لازم نیست دو تا به قول معروف شناسه اشاره یا معرفه بهش اضافه کنیم.